شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 7 جولای 2023 میلادی برابر است با 16 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به اظهارات رئیس کل دادگستری استان فارس مبنی بر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام دو متهم حمله به شاه چراغ تاکید کرد احکام صادر شده برای این دو متهم وجاهت قانونی ندارد و مبنای آن اعترافات اجباری است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران شامگاه پنجشنبه 15 تیر ماه گفت این دو تبعه افغانستانی بعد از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدرکی که دال بر مجرمیت آنها باشد به اعدام محکوم شدند. مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که این دو طبقه افغانستان قربانیان کم هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند که حکومت با اعدامشان سعی می کند که بر مسئولیت خود در فاجعه تروریستی شاه چراغ سرپوش بگذارد و سوی دیگر هراس افکنی کند. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس روز پنجشنبه اعلام کرد که به دنبال طی شدن مراحل قانونی حکم این دو تبعه افغانستان به زودی اجرا خواهد شد. محمد نامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی تگی حکم دادگاه انقلاب شیراز در 26 بهمن ماه سال 1401 در ارتباط با حمله روز 4 آبان سال 1401 به شاه چراغ که 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز پنجشنبه اعلام کرد که روز پنجشنبه اعلام کرد که مهدی فتحی معلم زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز مورد حمله متهمان پرونده حمله به شاه چراغ قرار گرفته است. کانال تلگرامی این شورا پنجشنبه 15 تیر ماه اعلام کرد که 4 زندانی داعشی مربوط به پرونده شاه چراغ با زندانیان سیاسی در یک بند قرار گرفتند و روز 14 تیر ماه با حمله به مهدی فتحی باعث شکستگی بینی او شدند. بر اساس این گزارش گردن و کمر این معلم زندانی بر اثر ضربه هایی که با رحل قرآنی وارد شده آسیب های جدی دیده و سپس آقای فتحی را برای حفظ جان به بند دیگر زندان عادل‌آباد منتقل کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به نقل از منابع خود گفت که 4 متهم پرونده شاه چراغ زندانیان سیاسی دربند در زندان عادل‌آباد از جمله آقای فتحی را به قتل تهدید کردند و بارها گفتند که خون شما بر ما حلال است. شورای صنفی فرهنگیان همچنین احتمال داده که چون آقای فتحی حاضر به نوشتن توبه نامه نشده مقامات زندان قصد دارند که به این روش او را آزار بدهند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری ایران، محمد نوریزاد که در زندان اوین محبوس است، با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده جدید به 2 سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد. نوریزاد هم اکنون محکومیت حبس 10 ساله را بر اساس یک پرونده دیگر سپری می‌کند. با این حال، او در سال‌های اخیر با پرونده‌های مکرر دیگری روبرو بوده است. اخیراً در دوران حبس پرونده‌ای علیه نوریزاد گشوده شده و توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال حبس محکوم شد. با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 1 سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. بر اساس حکمی که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به محمد حسین آقاسی وکیل مدافع وی ابلاغ شده، آقای نوریزاد از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و از بابت اتهام تخریب در و پنجره اتاق رئیس اندازگاه به 1 سال حبس محکوم شده است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه به تندی از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و همکاری تسلیحاتی آن با روسیه از جمله کاربرد پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین انتقاد کردند. در جلسه پنجشنبه شورای امنیت که برای بررسی اجرای قطعنامه 2231 برگزار شده بود، این 3 قدرت غربی فعالیت‌های مطرح شده را مغایر این قطعنامه دانستند و خواستار بررسی آن به وسیله دبیرکل سازمان ملل شدند. همزمان
سه کشور اروپایی امضا کننده برجام خواستار ادامه تحریم های موشکی ایران بعد از تاریخ انقضای آن به رغم نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی شدند. رابرت بود نماینده آمریکا در این نشست گفته است که خریداری صدها پهپاد ایرانی به وسیله روسیه و تولید این پهپادها در خاک خود روسیه نقض آشکار قطعنامه 2231 است. نباید از محکوم کردن این رفتار بی‌ثبات کننده و خطرناک خودداری کنیم. آقای وود از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواست که در این باره تحقیق کند. معاون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در جلسه استماع گزارش 6 ماهه دبیر کل درباره قطعنامه 2231 ضمن ابراز تأسف از توقف مذاکرات، دیپلماسی را تنها راه موثر برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی خواند و گفت که بازگشت به اجرای کامل و موثر برجام تنها گزینه قابل اجراست. به گزارش وبسایت سازمان ملل متحد، روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل در امور سیاسی و ایجاد صلح گفته است که برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام با بیش از 20 برابر بیشتر شدن ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی از حد مجاز عملا متوقف شده است. معاون دبیر کل سازمان ملل از آمریکا خواست تحریم ها را لغو کند و معافیت ها برای تجارت نفت با ایران را تمدید کند و همچنین از ایران خواست تا متقابلا گام های مغایر با تعهدات هسته ای خود را به شرایط پیشین توافق شده در برجام بازگرداند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام حمایت ایالات متحده از بریتانیا به خاطر تحریم 13 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی از دیگر متحدان خود خواست تا اقدامات بیشتری را در برابر اقدامات خصمانه و رفتار بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی انجام بدهند. در بیانیه ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تعهد ایالات متحده به پشتیبانی از بریتانیا و جامعه بین المللی در مقابله با اشاعه تسلیحات، سرکوب وحشیانه و تهدید افراد در سراسر جهان توسط جمهوری اسلامی تاکید شده است. ماتیو میلر همچنین در این بیانیه توطئه‌های ایران علیه شهروندان آمریکایی و سایر کشورها را هم محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر عزم ایالات متحده برای همکاری با بریتانیا و متحدانش برای بازدارندگی و پاسخگویی به هر گونه تهدید یا حمله احتمالی از سوی جمهوری اسلامی تاکید ورزید. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها.
صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. ایران نسبت به دعوت از نماینده اوکراین در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بررسی اجرای قطعنامه 2231 در رابطه با برجام اختصاص داشت اعتراض کرد. سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد با انتقاد از بریتانیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد حضور نماینده اوکراین در این نشست را نشان دهنده سوء استفاده از فرایند و جایگاه ریاست شورای امنیت دانست. وی موضوع نشست یاد شده را از هر نظر بی ارتباط با اوکراین دانست که عضو توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست و گفت که جمهوری اسلامی این اقدام را نه سازنده و نه با حسن نیت می‌داند و معتقد است که این تلاشی بدبینانه برای منحرف کردن توجه از عدم پایبندی و قصور برخی از طرف‌های غربی در انجام تعهدات خود تحت این توافق است. کلودیا پلاتنر رئیس تازه منصوب شده اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان BSI نسبت به خطرات فزاینده حمله های سایبری ایران، روسیه و چین علیه این کشور هشدار داد. او در گفتگوی خود با روزنامه زدوشت سایتون با تاکید بر افزایش حملات سایبری این کشور در ماه‌های اخیر گفت وضعیت تهدیدات موجود علیه اینترنت در آلمان بیشتر از هر زمان دیگری است. پلاتنر که از ابتدای ماه جاری میلادی عهده‌دار ریاست اداره امنیت اطلاعات آلمان شده، هدف از حملات سایبری کشورهای یاد شده را جاسوسی، بی‌ثباتی و نفوذ عنوان کرد. وی با اشاره به نقش مهم روسیه در تهدیدهای سایبری علیه آلمان خاطر نشان کرد که کشورش به عنوان یک قدرت اروپایی حامی اوکراین به هدفی جذاب برای گروه‌های هکری تحت هدایت مسکو بدل شده است. یک روز بعد از بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل مبنی بر ربوده شدن محقق روس اسرائیلی در عراق توسط یک گروه نزدیک به ایران، کتائب حزب الله گفته است که در ناپدید شدن خانم تسرکوف نقشی نداشته و تلاش خود را برای مشخص شدن سرنوشت او خواهد کرد. روز گذشته دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته بود که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق الیزابت تسرکوف یک زن روس اسرائیلی را در عراق ربوده و در اختیار دارد. کتائب حزب الله یک گروه شبه نظامی قدرتمند حامی ایران در عراق است که از سوی تهران حمایت نظامی و مالی می شود. این گروه در سال 2009 از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی معرفی شده است. یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی روز 15 ماه آگوست سال جاری با پرتاب موشک اژدها با نام استقامت به همراه 3 فضانورد دیگر از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی 7th مأموریت چرخشی ناسا به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد شد. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا فروردین ماه سال 1401 به طور رسمی یاسمین مقبلی را به عنوان فرمانده مأموریت اعزام فضاپیمای اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی انتخاب کرد. این اولین تجربه مأموریت فضایی مقبلی است که از سال 2017 به ناسا پیوسته است.
یاسمین اهل بالدوین نیویورک است و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته هوافضا است. او به عنوان خلبان سوپرکوبرا و خلبان آزمایشی تفنگداران دریایی بیش از 150 مأموریت مختلف را انجام داده و 2000 ساعت زمان پرواز با بیش از 25 هواپیمای مختلف را در کارنامه خود دارد. ایران گرانجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. اوشن گیت، شرکت صاحب زیردریایی اکتشافی تایتان که در حین شیجه به سمت بقایای کشتی تایتانیک منفجر شد، تمام عملیات کاوشگری و تجاری شرکت را متوقف کرده است. وبسایت شرکت اوشن گیت با انتشار بنر قرمز رنگی برچیده شدن تمام عملیات کاوشگری و تجاری این شرکت را اعلام کرد. بعد از انفجار زیردریایی تایتان در ماه جون که منجر به کشته شدن هر 5 سرنشین زیردریایی شد، مقامات ایالات متحده و کانادا در حال انجام تحقیقات در مورد علل این حادثه هستند. در این حال، گارد ساحلی ایالات متحده موفق شد بخشی از بقایای انسانی و همچنین بقایای زیردریایی تایتان را بازیابی کند. انتظار می‌رود که بررسی این بقایا درک درستی از علت انفجار ارائه بدهد. شرکت متا که مالک اینستاگرام و فیسبوک است، چهارشنبه شبکه اجتماعی ترز را راه اندازی کرد و به سرعت موفق به جذب بیشتر از 30,000,000 کاربر شد. اپلیکیشن ترز شباهت زیادی به تویتر دارد و متا میگوید که نسخه دوستانه تری از آن است. ایلان ماسک مالک تویتر با متهم کردن متا به استخدام مهندسان خود گفت رقابت خوب است ولی تقلب نه. الکس اسپیرو وکیل توییتر هم در نامه‌ای به مارک زوکربرگ مدیرعامل متا
این شرکت را به کاربرد عمدی و غیرقانونی اسرار تجاری و نقض مالکیت معنوی توییتر متهم کرده است. آقای اسپیرو در نامه خود نوشت که متا ده ها تن از کارکنان سابق توییتر را استخدام کرده است. آقای اسپیرو نوشت توییتر از متا می‌خواهد که بلافاصله به کاربرد اسرار تجاری خود پایان بدهد. متا در نامه‌ای ادعای استخدام کارکنان سابق توییتر برای طراحی اپلیکیشن ترز را رد کرده است. اندستون سخنگوی متا میگوید که هیچ کدام از کارکنان توییتر در تیم طراحی و راه اندازی ترز به کار گرفته نشدند. برندگان عشمان به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.